عمر کودک کتاب جمع کرد و آل کل و میراث فرنگی و به سر ما اومدم. من هم افهم که چی کنم بودم. با وزارت اطلاعات و کلتور، با وزیری که از فرهنگ هیچ نمی فهمد چیزه، صحبت هایی داشتیم. گفت آبا آرشیف ما برشک اتاق تهیه میکنیم. که البته میبینیم که آرشیف وارد چطور است، کتابخانه پوانتون وارد چطور است و همچنین کتابخانه که زمان از موزیم کابل بود. فلازا متاسفانه در افغانستان هرچی ارزش داره بدون کاغذ و کتاب. و من از ملکای دور آمدم بعد از سال آمد که یک کتابخانه بسازم، امکانات مالیش ندارم، حوصله‌اش ندارم، کسی نیست که من کمک کنه. و اینی مشکلات من بود که راجع به کتاب و شما جوانان محدود خواستم که در میان بگذارم. تشکر از شما. تشکر فراوان از شما. مایک. به نام خدا، محمد رضا آریا هستم، دانشجوی علوم سیاسی و اقتصادی. من میخواستم پرسان کنم که ما چرا کتاب بخوانم؟ چه تضمینی وجود داره که کتاب خواندن مرا از غم نان دور میداره؟ چه تضمینی وجود داره که من با کتاب خواندن آینده خود را در آینده خود را یک فرد خوشبخت احساس کنم؟ اگر هم من فکر میکنم که اگر او چیز را که دوست ما اشاره میکنه که وضع نشر در افغانستان بهتر بوده، من فکر میکنم که او چیزی نیست جز اینه که ما فرض کنیم کودک کنار دریا میره، صدف را هرگز ندیده و آنقدر صدف جمع میکند که اول جیب ها، اول دامن، بعد جیب ها، بعد هر آن چیزی که دارد پر میشود و آخر مجبور است و در آخر اگر بگوییم شاید یک دانه صدف را هم با خود نبرده باشد. آن چیز را که شما ازش اشاره میکنید که وضع نشر کتاب، من فکر نمیکنم که بیشتر ازی باشد. بخاطر ازی که ما دانش را هنوز صنعتی شده نیافتیم. ما دانش را که مردم برای زود بها بده و آگاهی را مردم برایش حاضر شد که پول بفردازه، ما اون چیز نداریم. یک دوست ما از قانون فعلی حمایت کرد که قانون فعلی باید باشد در بخاطر از اینکه ما در آینده نشر کتاب را بهتر ببینیم، بهتر تجربه کنیم. من فکر نمیکنم که این گونه باشه. ما چنان به ترکار، به قانون، به قید و بند کتاب نشر میکنیم که مردم را از کتاب خواندن بیزار میکنیم. اگر کتاب باشد، او رقمی که گمنامی نشر شد، همه کتاب ها نشر شد. و یک سوال را هم از خانم فروغ دارم، اینه که آیا لازم نمی بینیم که ما به آنانی که 40 سالند و هنوز کودکند و اونا را خطاب قرار بدیم و به اونا کتاب بنویسیم تا اونها کتاب خواندن را به دیگران بیاموزند؟ تشکر از شما.